درود بر شما همه همیهنان عزیز و گرامی به نام آزادی بیان. فضایل عزیزان هستم. امروز چهارشنبه 11 سپتامبر برابر با 20 شهریور ماه 1392 با برنامه زنده در خدمت شما هستم. این برنامه از طریق ببخشید تلویزیون آزاد تقدیم حضورتون میشه و تلویزیون مردم هم که ریلی میکنن به صورت زنده. ده اول سپتامبر برابر با 10 شهریور ماه حمله ای شد به پادگان اشرف، قرارگاه اشرف، و در اون حمله چه از سوی نیروهای مالچی به عمل اومد حدود 52 نفر کشته شدن، متاسفانه 7 نفر روبوده شدن. کسانی که در قرارگاه اشرف در حمله 10 شهریور ماه روبوده شدن، بنابر اطلاعیه‌ای که سازمان مجاهدین خلق دیروز منتشر کرده، اسامیشون رو عبارتن از آقای بهنام نیچنامی، رئیس ضد اطلاعات سازمان مجاهدین خلق، و یکی از محافظین آقای مسعود رضوی، خانم وضیحه کربلایی از اعضای کادر سازمان مجاهدین خلق و از اعضای شورای رهبری، خانم محبوبه لشکری، خانم فاطمه طهوری و لیلا نباهت، خانم فاطمه سخایی. اما گفته میشه در میان روبوده شدگان آقای مسعود رضوی هم هست که اسم ایشونو به عنوان جروگان های روبوده شده سازمان اعلام نکرده. اما در اشرف چه اتفاقی افتاد؟ چه جوری شد که این حمله انجام پذیرفت و 52 نفر از اعضای برجسته سازمان مجاهدین خلق از بین رفتن؟ حمله ای که سپاه پاسداران اونو مهمتر از عملیات مرساد توصیف کرد. قاسم سلیمانی در جلسه مجلس خبرگان رهبری گفته بود که این عملیات مهمتر از عملیات مرساد بود. جانشین فرمانده سپاه مدعی شده بود که این عملیات به لحاظ کیفی بسیار مهمتر از مرساد بود و گفته بود که در عملیات مرساد فقط چند تن، دو سه تن از کادرهای سازمان مجاهدین خلق شرکت کرده بودند، اما در این حمله مدعی شده بود که حدود 52 نفر از اعضای مهم و کادرهای بسیار برجسته سازمان مجاهدین خلق رو از بین بردن. متاسفانه سازمان مجاهدین خلق در مورد آنچه که اتفاق افتاده اطلاع رسانی درستی نکرده.
مشخص نیست که در اشرف روز ده شهریور ماه اول سپتامبر چه اتفاقی افتاد. سازمان مجاهدین خلق اصلا از بازماندگان این حمله که حدود 30 و چند نفر هستند نیز مصاحبه ای انجام نداده و هیچ گونه اطلاع رسانی دقیقی نمی کنه. من تنها اطلاع رسانی که کرده و فکر می کنم یک بخشش بسیار مهمه، شماره 23 تحت عنوان یورش مسلحانه به اشرف، سازمان مجاهدین خلق در بخشی از این اطلاعیه گفته از ساعت 1 بعد از نیمه شب نیروهای مهاجم که از بغداد به اشرف منتقل شده بودند تحت نظارت سرلشکر جمیل به پشت خاکریز شمالی خیابان صد منتقل شدند. این نقل و انتقال با ماکسیموم مخفی کاری همراه بود تا اینکه طرح لو نرود. خیابون صد اما کجاست؟ نکته اساسی در سازمان مجاهدین خلق همون اشاره به پشت خاکریز شمالی خیابون صد. خیابون صد یکی از مقرات مهم فرماندهی مستقر در اشرف یعنی در واقع قرارگاه و مخفیگاه اصلی آقای مسعود رضوی واقع شده در همین خیابون صد. بنابر اطلاعاتی که آقای محمد حسین صبحانی در کتاب روزهای تاریک بغداد منتشر کرده، آقای محمد حسین صبحانی از مسئولین بخش حفاظت اطلاعات رضوی بود که چند وقت پیش کتابی در مورد سازمان مجاهدین خلق انتشار داده به نام روزهای تاریک بغداد و در اون توضیح داده. البته من پرینتشو در آوردم، به علت کمبود وسایل فنی نمیتونم نشون بدم و همینطور این پرینتیه که من از کتاب ایشون در آوردم. توضیح میده که قرارگاه اشرف کجاست. اینجا نوشته در واقع توضیح میده مقر مسعود رضوی در قرارگاه اشرف کجاست. نوشته در بخش غربی تصفیه‌خانه آب اشرف و تقاطع خیابان‌های 100 و 400 یک پناهگاه ضد بمب برای مسعود رضوی ساخته شده به شکل کاملا محرمانه با کد سیمبر توسط مهندسین و پیمانکاران عراقی ساخته شده. اعضای سازمان مجاهدین خلق از وجود این پناهگاه کاملا بی اطلاع هستند، چرا که در هنگام ساخت آن برای درز نکردن اطلاعات گفته شد اینجا یک منبع زیرزمینی برای ذخیره آب آشامیدنی می باشد. آقای صفانی در کتابش در مورد قرارگاه اشرف و مخفیگاه آقای رضوی نوشته مقری که ساخته شده با میلیون ها دلار هزینه، سیمرغ نام گرفته و تنها عده معدودی از وجود این مقر با اطلاع هستند و پناهگاه ضد بمب هم هست. با توجه به اطلاعی شماره 23 سازمان مجاهدین خلق که میگه پشت خاکریز شمالی خیابون صد از اون منطقه حمله کردن نیروهای عراقی، یا همه چیز نشون میده که هدف آدم ربایی بوده، هدف ربایش سران ارشد مجاهدین خلق، اعضای رهبری مجاهدین خلق از جمله مسعود رضوی بوده. در بخش دیگه از اسناد سازمان مجاهدین خلق، اسنادی که منتشر کردن، گزارشاتی که منتشر کردن، سازمان مجاهدین خلق نوشته از چند در مورد حمله ده شهریور ماه نوشته از چند روز پیش
یک اچیو 4 نفره از استخبارات تحت نظر حیدر به شناسایی اطراف محلی که مورد حمله قرار گرفت پرداختند و به خصوص اینجا تاکید داره سازمان مجاهدین خلق در ضلع شمال اشرف حد فاصل مسجد اشرف تا میدان لاله در روی خاکریز مشرف به خیابون صد به شناسایی مشغول شدن. اینجا هم به خیابون صد اشاره کردیم، اما همونطور که گفتم سازمان مجاهدین خلق هیچ روایت کاملی در مورد این حمله منتشر نکرده که هدف از این حمله چه چیزی بوده و چگونه در این مقیاس وسیع 52 نفر از 100 نفر مقیم پایگاه اشرف کشته شدند. و وقتی که سازمان مجاهدین خلق به جزئیات مسئله نمی‌پردازه، مجبور هستیم با توجه به قرائن و شواهد و گزارشات منتشر شده مسئله رو بررسی کنیم. آنچه از شواهد امر پیداست، 52 نفری که کشته شدن، فیلم‌های سازمان مجاهدین خلق نشون میده که از فاصله بسیار نزدیکی به سر این اعضا شلیک شده متاسفانه، و حدس زده میشه که همه این افراد کشته شدن تا نیروهای حمله کننده بتونن به مسعود رضوی و دیگر اعضای شورا از جمله آقای بهنام نیکنامی، خانم وجیهه کربلایی، محبوبه لشکری، فاطمه طهوری، لیلا نباهت و فاطمه سخایی، خانم فاطمه سخایی دسترسی پیدا کنند. همه شواهد نشون میده که هدف از این کشتار دستیابی به مسعود رضوی بوده. اگه میخواستن همه نیروها رو بکشن که همشون رو میکشتن و اون 30 چند نفری که باقی مونده اونا هم باقی نمیموندن و 7 نفر هم جروگان نمیگرفتن و 7 نفری که جروگان گرفته شده معلوم نیست الان اینا به ایران منتقل شدن یا در دست همچنان نیروهای عراقی هستن. اما جنایتی که انجام پذیرفته، اندازه این جنایت به حدی من فکر نمی کنم نیروهای عراقی به این اندازه از وحشیت برخوردار باشن که 52 نفر انسانو بتونن به سرشون شلیک کنن و بکشنشون. من فکر می کنم خود نیروی سپاه قدس با هماهنگی نیروهای مالکی و سرویس اطلاعاتی عراق وارد اشرف شدن و اینگونه ضربه مهلکی رو به سازمان مجاهدین خلق وارد کردن. و 5 روز پیش هم، یعنی 5 روز قبل از اینکه این حمله صورت بپذیره، رئیس سازمان تروریستی سپاه پاسداران شاخه قدسش آقای قاسم سلیمانی هم در عراق بوده و همه چیز نشونگر اینه که قبلا هماهنگ شده بود، به ویژه این که حدود 45 دقیقه یا 1 ساعت بعد از این حمله سپاه پاسداران در سایت رسمی خودش سپاه نیوز.com با صدور اطلاعیه ضمن ابراز خوشحالی و شادمانی از کشته شدن 70 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق مدعی شد که این حمله توسط نیروهای فرزندان مجاهدین شهید عراقی و خود مردم عراق انجام پذیرفته، چه خب معلومه چذب محض. و در صدا سیمای خودشون هم مقامات سپاه شروع به سخنرانی و مصاحبه کردن و تشریح کردن که
چگونه این عملیات به لحاظ راهبردی و استراتژیک برای نظام جمهوری اسلامی مهم بوده. ولی همچنان که گفتم هدف گرفتن مسعود رضوی بوده و اطلاعاتی که به ما ارسال شده نشون میده که آقای مسعود رضوی متاسفانه روبوده شده، در بین جروگان ها هست. به چه دلایلی سازمان از اعلام نام مسعود رضوی خودداری میکنه من نمیدونم. حتی قرینه دیگه‌ای که میتونه این ادعا را تقویت کنه که مسعود رضوی روبوده شده اینه که بعد از این حمله مسعود رضوی نه پیغام صوتی داده و نه حتی یه خط بیانیه داده. حداقل میتونستن به نام مسعود رضوی یه خط بیانیه بدن، اما دادن بیانیه به نام مسعود رضوی با توجه به اینکه مسعود رضوی الان روبوده شده به منزله حکم اعدام مسعود رضوی، چون اگه اتفاقی برای مسعود رضوی که الان به جروگان رفته بیفته رژیم یا نیروهای عراقی میتونن استناد کنن به بیانیه مسعود رضوی در مورد حمله 10 شهریور ما و مدعی بشن که اگر آقای مسعود رضوی رو بوده نشده بود چگونه این بیانیه صادر شده. به همین خاطر سازمان مجاهدین خلق تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ نوع بیانیه یا پیغامی منتسب به مسعود رضوی در محکومیت حمله 10 شهریور به قرارگاه اشرف صادر نکرده. بینندگان عزیز، شما میتونید در این برنامه به صورت تلفنی هم اگه دلتون خواست در مورد موضوعاتی که مطرح میشه مشارکت کنید. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تلفن ها رو به صورت زیرنویس درج کنن تا دوستان و هممیهنانی که مایل هستن اظهار نظری کنن در مورد موضوعاتی که مطرح میشه بتونن مشارکت کنن از طریق تلفن. اما مسئله دیگه که باعث شد مسئله حمله به اشرف و این جنایت آنچنان که باید و شاید انعکاس خوبی پیدا نکنه در سطح بین المللی مسئله تهدید اوباما و ایالات متحده به حمله به سوریه بود و درست در چنین شرایطی که دنیا و تحلیلات و اخبار حول و حول که حمله به سوریه بود رژیم از این فرصت استفاده کرد و ضربه کاری و هولناکی به مجاهدین خلق وارد کرد. اما چرا من معتقدم که خود نیروهای سپاه قدس وارد پای به اشرف شدن؟ به خاطر اینکه قبل از این حمله هم 5 بار به مجاهدین خلق در عراق حمله شده بود و در این حملات درست تعدادی کشته و مجروح شده بودن، ولی در این حد ما بیرحمی و وحشیت از نیروهای عراقی ندیده بودیم و این بیرحمی و وحشیتی که در 10 شهریور ما در پادگان اشرف مشاهده کردیم فقط و فقط یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد سازمان تروریستی سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی. رژیم جمهوری اسلامی با این سبویتی که به خرج داد در کشتن 52 نفر انسان بی سلاح و بی گناه نشون داد که همچنان به لحاظ استراتژیک به حذف فیزیکی مخالفین خود معتقده. و اگر چنان که برای چند سال ما شاهدیم حدود بیش از 1 دهه که ترورهای خارج از کشور متوقف کرده، فقط به صورت مقطعی متوقف کرده و هر جا زمینه رو مساعد دیده، اوضاع بین المللی رو مساعد دیده، به مخالفین خودش حمله کرده، مخالفین خودش رو به قتل رسونده، مخالفین خودش رو کشته، چنان که ما دیدیم 52 نفر رو کشتن،
و متاسفانه تا این لحظه هیچ اقدام عملی عراق انجام نداده، چون عراقی ها مسئول هستن، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته و امریکا و سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری درست این جنایت رو محکوم کردن، ولی هیچ اقدام عملی ما شاهدش نشدیم و امیدوارم یک اقدام عملی انجام بپذیره، دادگاهی تشکیل بشه و واقعیت مشخص بشه. سازمان مجاهدین خلق، اعضاش خانم مریم رضوی و دیگر مسئولینش زنده هستند فعلا، بیان و به افکار عمومی توضیح بدن که این حمله چگونه انجام پذیرفته و چرا سازمان مجاهدین خلق این همه تلفات داد و چرا این 100 نفر رو برای تو پادگان اشرف نجه داشته بودن. البته خودشون ادعا میکنن که برای نقل و انتقالات مالی سازمان بوده، ولی همه شواهد نشون میده که این 100 نفر به خاطر حفاظت از مسعود رضوی بوده و مسعود رضوی در گفتگوهایی که در پادگان اشرف با برخی از نیروها داشته، نیروهای جدا شده مثل مترجم مسعود رضوی آقای حسین نژاد که من با خودشم صحبت کردم چند وقت پیش در مورد مسعود رضوی، استدلال مسعود رضوی در ماندن در پادگان اشرف این بوده که اینگونه توضیح می کرده و استنباط می کرده که اگر رهبر یک گروه از افراد خود جدا بشه، احتمال دستگیریش و حتی کشته شدنش هست. و به گفته مترجم سابق مسعود رضوی، آقای رضوی حتی گفته که بن لادن به خاطر این کشته شد. جالبه که خودش هم با بن لادن مقایسه می‌کرده، گفته بود بن لادن به خاطر این کشته شد که از نیروی خودش دور موند و به خاطر همین هم شناسایی شد و کشته شد. موضوع دیگه که خیلی اهمیت داره مسئله سوریه است. قرار بود باراک اوباما به سوریه حمله کنه، بعد ایشون خواستن که اجازه کنگره را بگیرن و سپس به سوریه حمله کنن. این اولین نکته اینه که آیا به لحاظ بین المللی امریکا در جایگاهی قرار داره که برای کشورهای دیگه مجوز حمله صادر کنه به کشورهای دیگه به هر بهانه ای میخواد باشه، کشتار زمینی، سلاح‌های شیمیایی، ببخشید سلاح‌های هسته‌ای. این نقش رو چه کسی به امریکا داده؟ سازمان‌های بین‌المللی پس کارکردشون چیه؟ شورای امنیت سازمان ملل کارکردشون چیه؟ اساساً اگه بنابر قوانینی که وجود داره، اگه کشوری بخواد به کشور دیگه حمله کنه، یعنی جامعه جهانی تشخیص بدن که رژیم یک کشور باید سرنگون بشه یا به اون کشور حمله بشه، باید مسئله در شورای امنیت سازمان ملل بررسی بشه. چه متاسفانه ما میبینیم امریکا اینجا برای خودش نقش یک پلیس بین المللی، پلیس جهانی رو قائله و بدون اینکه مسئله را به شورای امنیت ببره، در کنگره خودش میخواد مطرح کنه و این این حرکت خودسرانه و دور زدن مجامع بین المللی مشروعیت اقدام امریکا را زیر سوال میبره. هرچند ما شاهد بودیم که بعد آقای اوباما پیشنهاد سوریه را پذیرفتن و گفتن اگه سلاح‌های شیمیایی سوریه در تحت کنترل نیروهای بین المللی قرار بگیره حمله نخواهد شد، و از این عدم حمله هم ما شاهد هستیم که علی خامنه ای نیز ابراز شادمانی کرد در اظهار نظری که اخیراً داشت و گفت که امریکا چون به سوریه حمله نکرده و از مواضع اولیه خودش عقب نشینی کرده،
نقطه مثبتی ارزیابی کرد علی خامنه‌ای و یه نفس راحتی چشید، چرا که خود رژیم هم میدونست و همه کارشناسان آگاه نیز بر این باور هستند و بودند که بعد از حمله به سوریه احتمالاً تارگت بعدی، هدف بعدی امریکا ایران خواهد بود. به همین خاطر بعد از عقب نشینی موضعی و تاکتیکی امریکا و عدم حمله به سوریه، رژیم جمهوری اسلامی جسورتر شده و الان به بقای عمر خودش امیدوارتر شده. ولی ما همچنان که گفتم معتقدیم که این رژیم باید به دست خود مردم، مبارزین، جوانان، کارگران که در مردم در اقشار مختلف مبارزه میکنن، این رژیم باید به دست خود مردم سرنگون بشه. دخالت خارجی امریکا به درد ما نمیخوره و این که از امریکا بخواهیم به یه کشوری حمله کنه، حالا چه سوریه باشه چه ایران باشه، این مبارزات مردمی رو تضعیف میکنه. این گونه باشه، خب اگه منتظر امریکا باشیم و این قاعده کلو بپذیریم و نقش نجات دهندهی برای امریکا قائل بشیم، باید پس به مبارزین بگیم مبارزه نکنید، بشینید سر جاتون، کشته ندید، هزینه ندید، زندان نرید، چون هر وقت لازم باشه ایالات متحده میاد حمله میکنه و رژیم رو سرنگون میکنه. نگاه میکنید چگونه مبارزات تحلیل میره، اصلا نفس این که این مسئله طرح بشه که امریکا میخواد یه جای به یه جای حمله کنه یا به ایران میخواد حمله کنه، کلن مبارزان انگیزه خودشون رو میتونن از دست بدن. و نهایتا هم این که امریکا هیچ وقت دلش این واقعیته، یعنی یه چیز بدی هم نیست، هر کشوری به فکر منافع خودشه و حتی در اظهاراتی که آقای باراک اوباما در مورد حمله به سوریه داشت چندین بار مؤکدن تاکید کرد که it is in the behalf of national interest of United States، که این در به اصطلاح منفعت به خاطر امنیت عمومی و به لحاظ منفعت عمومی امریکاست. یعنی امریکا اگه به کشوری هم حمله کنه، اول منفعتشو، نشنال اینترستشو در نظر میگیره و بعد از اون حمله میکنه. بعد از اون شعارهای دموکراسی و حقوق بشر و این مسائل مطرح میشه. با در اسنادی هم که در مورد دخالت ایالات متحده در 60 سال پیش منتشر کردن، خود سرویس اطلاعاتی امریکا CIA شاهد بودیم که چگونه دموکراتیک ترین دولت و دولت مصدق رو سرنگون کردن. اسناد اون رو خودشون منتشر کردن که چگونه رژیم اومد و یعنی رژیم وقت، دولت وقت امریکا دخالت کرد در سقوط دولت مصدق. بخشی از این اسناد در یکی از تلویزیون‌های امریکا، دخالت امریکا در سقوط دولت مصدق انعکاس پیدا کرده، با هم این اظهارات مجری یکی از تلویزیون‌های امریکایی رو می‌بینیم. و اینجا به نکته جالبی اشاره می‌کنه که میگه که خود مجری میگه که امریکایی‌ها بعد میگن چرا دنیا از ما متنفره، چرا تفکرات ضد امریکایی گسترش پیدا کرده. خب معلومه وقتی امریکا بیاد و دخالت کنه در سقوط یک دولت دموکراتیک، خب معلومه تفکرات ضد امریکایی گسترش پیدا میکنه و توقعی بیش از این هم نیست. با هم
این بخش از کوتاه 3 دقیقه از فکر کنم یا 4 دقیقه این بخش رو نگاه کنید، خیلی جالب بود، گفتم شما بینندگان نیز استفاده کنید از این اظهارات. 60 years ago today, on August 19th, 1953, the democratically elected prime minister of Iran, Mohammad Mossadegh, was deposed in a coup. Well, for a long time, of course, we said, coup, we don't know anything about that. Of course, the United States government, CIA, had nothing to do with it. Well, that's interesting because President Clinton and President Obama have both acknowledged that, in fact, we did organize that coup. And finally, today, the CIA also acknowledges it. It was part of a Section 3 in newly released documents entitled Covert Action. And they talk about this action called TPAJAX, okay? And what did they do in that? They explain the military coup that overthrew Mossadegh and his National Front cabinet was carried out under CIA direction as an act of U.S. foreign policy. The risk of leaving Iran open to Soviet aggression compelled the United States in planning and executing TPAJAX. In other words, absolutely, we did the coup, and it was U.S. foreign policy that brought down the democratically elected leader of Iran back in 1953. Gee, I wonder why they can't stand us. Remember Joe Scarborough famously saying, they hate us because they hate us. They hate us because they hate us. Or maybe they hate us because we took down their democracy. And what happened? We imposed a Shah who basically took all the natural resources of Iran and conveniently handed it to the people that the CIA actually worked for, which is not the United States government or the U.S. taxpayers. It's U.S. companies that are, of course, in reality now, multinational companies. Those corporations got the resources at much cheaper rates that the Shah was willing to agree to because we're the ones who put them in power in the first place. And as the Iranian people were raped of their resources by a guy they did not elect, and the guy they elected was overthrown in a coup, gee, I wonder why they got upset. I wonder why they didn't like America. I wonder why they then had the unfortunate reaction of going towards the fundamentalists. And then they did the revolution, and they kidnapped our hostages, and then we turned around and said, why did they do that? Now, of course I'm against them taking our hostages. I'm against the fundamentalist Muslim government, but that's why I wouldn't have overthrown their democracy in the first place. That's what happens when you do coups like that. But they don't give a damn about that. They just think, how am I going to get the oil for as cheap as I possibly can and give it over to ExxonMobil and all the other companies, and I only use them as an example in this case, that are just going to suck all the resources out of that country. We do this over and over again. Now, here's the really interesting part. They also explain in these documents that are now released decades later how they did the coup. Quote, these were the different tactics they used. Using propaganda to undermine Mossadegh politically, inducing the Shah to cooperate, bribing members of parliament, organizing the security forces, and ginning up public demonstrations. Isn't that fascinating? All those times that different leaders throughout the world say, oh, you know what, this is just the CIA ginning up public demonstrations against me. It's the U.S. that are trying to impose their interests here in our country. We always say, oh, you guys are crazy, man. You're cuckoo for cocoa puffs. The CIA isn't bringing those people out. They're not the ones doing the demonstrations. The members of parliament, they're representing other people in your country. It turns out, no, in some instances, of course not in all instances, but in some instances, it was the CIA that did that demonstration. It was the CIA that bribed your member of parliament and organized that coup against you. It was the CIA that did all these things in the case of Iran, and if you think Iran is alone, you obviously don't know a thing about history. Not only did we do this over and over again in the Middle East, but we also did it in Africa, and we also did it in Latin America, let alone Southeast Asia. We did this all over the world. And then we turn around when the rest of the world is livid with us and we go, nah, they hate us because they hate us. No, they hate us because we did this for decades. They're not the crazy ones. If you're a U.S. citizen out there and you think our government would never do that and didn't do that, you're the crazy one. And now even the CIA
acknowledges that. خب مشاهده کردید که چگونه اقرار کرده سازمان جاسوسی امریکا CIA به نقش خودش در سقوط دولت مصدق. البته CIA با همکاری سازمان اطلاعاتی بریتانیا SIS مخفف سازمان اطلاعاتی بریتانیا همکاری کرده و اون موقع دموکراسی نوپای ما را سرنگون کرد. البته نیروهای داخلی نیز متاسفانه اون موقع همکاری کردن، از جمله سرلشکر فضل‌الله زاهدی. بنابر گزارشات محرمانه‌ای که سازمان سیا منتشر کرده بعد از 60 سال نشون میده که چه نیروهایی از جمله سرلشکر فضل‌الله زاهدی همکاری کردن در سقوط دولت مصدق و در همه زمان ها این خائنین وجود داشتند و خواهند داشت. الان هم شما میبینید کسایی که تو تلویزیون ها هستن و یا حتی فعالین سیاسی حاضرن نقش چلبی رو در ایران بازی کنن و اگه امریکا بخواد مهره سیایه رو امریکا بشن و به اصطلاح برن تو ایران کاری بشن. اینا به درد ما نمیخوره. ما به افرادی مثل مصدق نیازمندیم. ما به نیروهایی نیاز داریم که آلت دست امریکا و یا هر کشور دیگه نباشه، برخواسته از بطن مردم باشه. ما به این نوع نیروها احتیاج داریم و هدف از همه این مبارزات مردمی هم اینه که بتونه خود مردم، مبارزین و جوانان تشکلاتی رو ایجاد بکنن که بدون وابستگی به امریکا و یا اروپا یا اسرائیل و یا هر کشور دیگه‌ای این رژیم رو که نهایتاً سرنگون میشه سرنگون کنن. 1,000,000 دلار اسناد سازمان سازمان سیاه، این اسناد که 60 سال پیش محرمانه بوده ولی الان از طبق بندی خارج شده، نشون میده که در سال 1953 1,000,000 دلار در اختیار لوی هندرسون سفیر وقت امریکا قرار گرفته، یعنی در واقع شعبه ای از سیایه بوده سفارت امریکا در اون موقع، که این مبلغ و 1,000,000 دلار 60 سال پیش برای مخارج داخلی طرح کودتا و سرنگونی مصدق مورد استفاده قرار بود. اسم این عملیات هم گذاشته بودن که آژاکس و متاسفانه سرلشکر زاهدی و برخی از نیروهای دیگه که اسامیشون همشون اومده در این فاجعه و در سقوط دولت دموکراتیک مصدق نقش داشتن. شما تصور کنید اگه دولت مصدق اون موقع با دخالت سازمان اطلاعاتی امریکا و انگلیس سقوط نکرده بود، الان شاید ما در این وضعیتی که قرار داریم قرار نداشتیم. الان شاید وضعیت و سیر تحولات سیاسی و تاریخی به گونه دیگه بود. الان شاید من تو امریکا نبودم. الان شاید بسیاری از ماها در تبعید نبودیم، بسیاری از زندانی ها در زندان نبود، اصلا شاید این رژیم جمهوری اسلامی وجود نداشت. به همین خاطر من معتقدم هر گونه دخالت خارجی، چه امریکا باشه، چه اسرائیل و چه انگلیس و چه اروپاش، به نفع منافع ملی، به نفع مبارزات نیست. و هر کسی دم از این بزنه که امریکا باید، یعنی این استراتژی رو تقویت کنه که امریکا باید به ما کمک کنه، نهایتاً همین میشه که ما شاهد هستیم. یه دولت دست نشاندی به وجود میاد که هیچ مشروعیت مردمی هم نخواهد داشت. و ما هر وقت هم خواستیم
یک دولت دموکراتیکی برخواسته از بطن مردم داشته باشیم، همین امریکا با دخالت خودش روند و سیر مبارزات مردمی رو تغییر داده و ما را به این بدبختی نشونده و به قول معروف هیچ گروهی به خاطر محض رضای خدا موش نمیگیره. و من به نوبه خودم به عنوان یک فعال سیاسی از امریکایی‌ها میخوام که در روند مبارزات مردمی ایران دخالت نکنن. خود مردم بالاخره این رژیم رو سرنگون خواهند کرد و روابط خودشون رو حداقل کاری که یعنی میتونن انجام بدن اینه که روابط خودشون رو با این رژیم قطع کنن. مذاکرات پشت پرده‌ای که بارها داشتن در زمینه مسئله افغانستان زمانی که به افغانستان حمله می‌کردن یا در زمینه‌های دیگه در عراق، اینا رو قطع کنن. با یک رژیم تروریستی نمیشه مبارزه کرد، با یک ببخشید رژیم تروریستی نمیشه مذاکره کرد. این رژیم در کلیت خودش باید سرنگون بشه و اگه امریکا و اتحادیه اروپا حمایت خودشونو بردارن، مبارزات مردمی تسریع پیدا میکنه و مؤثرتر مردم در داخل کشور میتونن به مبارزات خودشون ادامه بدن. من امروز باید یه خورده برنامه را زود ببندم، دیگه چه مسئله آخرم بیان کنم که طبق معمول گرفتاری اکثر تلویزیون هاست، اون مسئله مالیه. 50% هزینه این برنامه هایی که در تلویزیون مردم پخش میشه توسط یک انسان خیر، یک انسان میهندوست تأمین شده، همچنان 50% مابقی بر عهده من، بر عهده منه. بعد الو بفرمایید. الو بفرمایید. من روی خطم، بعد باهات تماس میگیرم. از میخوام 50% مابقی که بر عهده منه از همیهنان عزیز خواهش میکنم با توجه به اینکه خودم دانشجو هستم، اگه امکانشو دارم با تلویزیون مردم یا خود بنده تماس بگیرن و درصدی از این هزینه رو متقبل بشن تا من به فکر مسائل مالی تهیه برنامه نباشم و بیشتر به کوالیتی و محتوای برنامه ها بپردازم. بنابراین بار دیگه خواهش میکنم که این صدا را تقویت کنید. این صدا وابستگی به هیچ گروه و حزبی نداره، این صدا را متعلق به خودتون بدونید. این صدا و تصویر حداقل بخشی از مبارزان بخشی از مردم ایرانه و تصور میکنم که بتونه حداقل بخشی از افکار عمومی که توان ابراز اندیشه‌شون رو ندارن نمایندگی کنه. از آقای صوری هم تشکر میکنم در اتاق فرمان چه زحمت کشیدن. تا چهارشنبه بعد از شما خداحافظی میکنم. توجه داشته باشید این برنامه چهارشنبه ها ساعت 12 ظهر به وقت شرق امریکا به صورت زنده پخش میشه و خطوط تلفنی من بازه و در هر زمانی که بینندگان بخوان میتونم مشارکت کنم. تا چهارشنبه بعدی ساعت 12 ظهر همه شما عزیزان رو به خدای ایران میسپارم. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار، تفنگ دست توی